برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در روز جمعه 28 بهمن 1401 به مناسبت وفات حضرت ابوطالب علیه السلام، مؤمن آل قریش، بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام ظله در شهر مقدس قم شاهد برگزاری مراسم سوگواری بود. در این مراسم که در محل دیدارهای روزانه آیت الله العظما شیرازی دام ظله و با حضور معظم الله و جمعی از علما، فضلا، طلاب علوم دینی و عموم دوستداران اهل بیت علیهم السلام برپا شد، سخنران ارجمند حجت الاسلام شیخ محمد خردمند به بیان مصائب حضرت ابوطالب علیه السلام پرداخت و حاضرین با مرثیه سرایی و نوحه خوانی این روز را گرامی داشتند. سازمان دفاع از حقوق شیعیان شیعه رایس واچ از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی در واشنگتن آمریکا با انتشار بیانیه گروه طالبان را به دلیل آزار و اذیت و پایمال کردن حقوق خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افغانستان مورد انتقاد قرار داد. شیعه رایس واچ همچنین در بیانیه خود ضمن اعلام نگرانی شدید خود نسبت به این موضوع از سازمان‌ها و اطراف بین المللی خواست تا به وظایف خود در قبال مسئله عمل کنند. آستان مقدس امامین کاظمین علیهما السلام با انتشار اطلاعی از حضور بیش از 12 میلیون زائر در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام خبر داد. در همین حال عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق پایان موفقیت آمیز طرح امنیتی خدماتی تهیه شده برای زیارت سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام را رسما اعلام کرد. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام این مراسم عزاداری را طی چند روز متوالی به صورت زنده از 6 شبکه تلویزیونی خود و به 5 زبان پوشش داد. کاروانی 50 نفره از بینندگان امام حسین تیوی در شهر برادفورد انگلستان با سفر به شهر مقدس کربلا در برج شبکه امام حسین علیه السلام حضور یافتند. آنها بعد از تشرف به زیارت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و برادر با وفایشان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام از برج شبکه امام حسین علیه السلام واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام بازدید کردند. میهمانان مجمع رسانه امام حسین علیه السلام از شهر برادفورد انگلستان ضمن آشنایی بیشتر با فعالیت‌های مجمع رسانه امام حسین علیه السلام جهت مشارکت در تأمین هزینه‌های این مجمع رسانه‌ای نظورات خود را به این شبکه اهدا نموده و اسامی خود را در لیست خانواده‌های حسینی ثبت نام نمودند.